حالا میتونم من دعوا کنم با مشت بزنم بهش که چرا همچین حرفی رو من زدی، یا اینی که میتونم حداقل واقعیت خودم رو راجع به خودم بدونم، رفتارهای خودم برام مشخص باشه، و اینی که من با واقعیتی که داشتم، با طریقی که فکر میکردم، چه رفتارهایی رو انجام دادم که اون رفتارها دیگه حقیقت عینی میشه. و در این زمان میبینیم که یک تفاوتی هست که میتونیم راجبش صحبت بکنیم، که فرضاً من نمیدونم تو چرا اینطوری راجب من فکر میکنی، در جایی که این رفتارها، نمیدونم که از رفتارهای من به خصوص چجوری تونستی این افکار برای تو به وجود بیاد. و اینجا جایی برای گفتگو کردن و شاید این واقعیت‌ها رو نزدیک کردن به هم دیگه. درسته. در بین گفتگوها و صحبت‌ها من رو یادآور شدین که به موضوعی که خیلی برامون مهم بود و دوست داشتم بهش بپردازیم برای هفته‌های آینده، قضیه خشم. بریم در هفته‌های آینده سراغ این موضوع، موافق هستیم؟ حتما. و چرا ما مردمانی هستیم که خشم درمون بیشتره، مخصوصا کسایی که حالا تو ایران زندگی میکنن، به خاطر فضا و فرم زندگی که اونجا بیشتر وجود داره. خب موافق هستید بریم یک گزارش دیگه از سطح شهر ببینیم؟ حتما. و بعد بهشون بپردازیم و صحبت‌های بیشتر. سلام استاد، خسته نباشید. خب برای ما خیلی مهمه که بدونیم نظر شما چیه. شما وقتی که خب این نظریو دارین چقدر روش پافشاری میکنی؟ روش تعصب دارین یا اینکه نه فقط نظرتونه؟ بیشتر نظریات جامعه ایرانی، اونایی که من دوره برام میبینم، بر اساس ناآگاهی، اصلا نظر نیست، یه فتواست، اونم در واقع زاییده عدم بی اطلاعی و بی خبریه. نظر زیباست اگر تو هم با آگاهی باشه. آدم میتونه به عنوان یک نظر، یک نظریه، و به عنوان اینکه من این گونه میاندیشم، موضوعشو طرح بکنه. ولی ما اینجوری وقتی میگیم نظر، یک فتوا، یه حکم صادر میکنیم که وحی منزل اینیست که من میگم، به جز اینم هیچ چی دیگه نیست. یعنی شما این هستین که خب مثلا میگین که فقط نظر من مهم نیست، نظر کسای دیگه هم مهمه. من فکر میکنم که هیچ کس نظر خودش نباید براش مهم باشه. مهم اینه که دیگران چه میاندیشند، اون چه که دیگران میاندیشند رو آدم بهش احترام بذاره، نظر خودش رو هم عنوان بکنه. ولی به عنوانی که من میگم، اون چه که من میگم یعنی اینه، به نظر من خطاست. و میبینیم هم که مردم نسبت بهش عکس عمل نشون میدن. هر کس میگه من، این واژه من و نظریه من، یعنی همش مستتر در یک آدم دیکتاتور بی اطلاع بی خبره، فاشیستی است که نه خودش رو میشناسه نه دیگران رو. اگه آدم خودش رو بشناسه، به دیگران احترام میذاره، به نظر دیگران، و همیشه میگه نظر من اینه. میتونم اشتباه باشه، انسان انسانی که اشتباه بکنه. خیلی ممنون، متشکرم. وقتی شما توی جمعی هستین، اگه ببینین خب یکی داره روی نظرش خیلی پافشاری میکنه یا تعصب به خرج میده، اون وقت چی کار میکنی شما؟ والا من یاد گرفتم معمولا بی توجه باشم. وقتی میفهمم کسی نظر تازه‌ای نداره، برام فرق نمیکنه، میتونه حرفشو بزنه، آزاد حرفشو بزنه. ولی اگر کسی نظر تازه‌ای داشته باشه، گوش میکنم. اگر آموزنده باشه، میآموزم و وسیله میشم که دیگران هم بیاموزند که نظریات درستی هم هست در کنار این همه نظر غلط. خیلی ممنون، متشکرم از وقتتون. روز خوبی داشته باشید. شاید من فکر میکنم نظر من خیلی درسته، ولی خودم نمیدونم. یعنی پافشاری میکنین روش، یعنی که فقط نظرتونو میگین؟ ممکنه اگر خیلی عقیده داشته باشم بهش پافشاری میکنم. یعنی تعصب داری؟ میگم از نظر شنونده خیلی فرق میکنه این مسئله. شنونده چجوری ببیندش؟ الان دارم همون کارو میکنم. نه When I say my opinion, I share it, but I don't expect anyone to accept it or take it on. It's just my opinion and I share it, but I don't necessarily am attached to it at all. یعنی پافشاری نمی‌کنی؟ نه. خب اگه یهو ببینین کسی داره مخالف نظر شما نظر میده، اون وقت چی کار می‌کنی؟ من قبول می‌کنم. یعنی باهاش جنگ نمی‌کنی؟ نه، جنگ نمی‌کنم، چون نظر خودشه. ممنون، متشکر. شما چی؟ I appreciate it more because I like to know other people's opinions because I might change my opinion because I learn from other people just as much as I
یعنی اجازه میدین که همه عقیدهشون رو بگن؟ Of course. اگه یه عقیده داشته باشین یا یه نظری داشته باشین روش پافشاری میکنی یا اینکه خب خیلی سطحی و گذرا فقط نظرتون رو میگی؟ به نظر من بستگی به موقعیتش داره. زمانی که شما یه نظری دارین در درجه اول باید عنوانش میکنین، اما اگر مطمئن باشین در موردش تا اونجا که بتونین مدرک و دلیل براش میارین، تا زمانی که طرف مقابلتون بتونه شما رو قانع بکنه که اشتباه میکنه، در اون صورتی که من کوتاه میام. یعنی بحث میکنین قشنگ راجع به نظرتون؟ سعی میکنم تا اونجا که بتونم خودم پروف کنم، ولی اگه بدونم واقعا نه دلایل طرف مقابل هم منطقی تر از منه، کوتاه میام. یعنی براتون خیلی مهمه که نظر شما توی جمعی بگن اوکی نظر شما درسته؟ نه 100%، ولی خب سعی خودم هم میکنم. مسلما هر آدمی به خاطر غرور خودش هم که شده کوتاه نمیاد زیاد. خب اگه یه کسی نظر مخالف شما رو داشته باشه چی؟ باهاش بحث میکنم ببینم دلیلش چیه. فکر کنم شما 24 ساعت بحث میکنی فقط. 25 ساعت تقریبا. رئیس هستم از خیابان وستفیت لس آنجلس. ممنون از وقتتون، برمیگردیم به استودیو، با ما باشید. خانم دوریس اینجای همه رو میگرفت یه جورایی، نمیذاش در برن. آره من طرف میگم 25 ساعت. خب یک به یک بریم خانم دکتر زینی، بریم سراغ آقای امینی. دوست بسیار خوب و ترانه سرای بسیار بسیار عالی. من به خدمت ایشون بسیار ارادت دارم. صحبت‌های جناب امینی به نظرم میومد که از یه جایی شروع داشت میشد، ولی با اینکه خب خیلی خوش صحبت هستن و برنامه خودشون دارن، ولی تو این فکر کنم غیر مترقبه بودن، چه بعضی جاها تضاد خود بین خودش پیدا میشد. ولی خب صحبتی که داشتن میفرمودن، گفتن که نظر خود اون شخص ممکنه برای خودش مهم نباشه و شخص بقیه آدم‌ها ممکنه مهم باشه. خب نظریه برای خود ما قاعدتاً هست و مهمه و تنها چیزیه که داریم، ولی من حد زمین اگر رو صحبتایشون بخوام کامنتری بذارم، حد زمینه که اهمیت ممکنه داشته باشه، ولی اینی که تنها موردی نباشه که فکر بکنم که این تنها چیزیه که در دنیا وجود داره. و اگر این رو به خودم بپذیرم که مال من بالاترین اهمیت و ارجحیت رو نداره، شاید که نظریه بقیه انسان‌ها رو هم بتونم در بر بگیرم. صحیح. البته حسشون بیشتر به نظر میمد این بود که عصبانی و دلخور بودن که بقیه وقتی نظریه میدن میخوان به یک جوری به هر صورت تحمیل بکنه و میگفتن فتوا میدن، یعنی باید این باشه غیر از این نیست و فقط اون حرفی که من میزنم درسته. ولی یه جایی هم رسیدن که گفتن خب مردم چیزی که میاندیشن باید بهش احترام گذاشتن، اون چیزی که میاندیشن. باز یه جایی از نظر خودشون خب میگذشتن و به اندیشه دیگران رو میگفتن که درسته، یعنی باید نه تنها احترام گذاشت، بعد اینجا بود که یه ذره اون تضاد رو ما حس کردیم. بله فکر کنم فقط کلمه مهم و اهمیت بود که خب نظریه فرمودن همش نظریه خود ما نباید مهم باشه، در حالی که تو گفتارهای بعد خودشون میفرمودن که چرا نظریه من اهمیت داره، مهم هست، ولی قرار نیست که تنها نظریه ای باشه که در دنیا مهم هست. و درسته. این مهم بود که نگاه کنیم. جالب بود که یک تمی بودش کلن دو گفتارهای هم خانمی که بودن هم آقایی که آخرش داشتن صحبت میکردن، این باز مسئله مهم بود. یکی از خانم‌ها برگشتن گفتن من نظریه خودم رو در میون میگذارم، شیر میکنم و بعد از اون الزاماً نمیرم دنبالش که آیا این رو باید همه بپذیرن یا نه. صحیح. ولی خب آقای بعدی که داشتن صحبت میکردن میگفتن که من کلن از فضایی که غرورم هست احساس میکنم که حرفم رو میزنم و تمام شواهد رو میارم و تمام کارها رو میکنم که اون کسی که جلوم هست رو حتما قانعش بکنم به اینی که اون چیزی که من میگم درسته و صحیح هست. ولی ایشون هم میگفتش که من به نظر طرف مقابل احترام میگذارم. باز اینجا من یه ذره اون حس دوگانگی رو در گفتارشون حس کردم، یعنی هم از یه طرف میگفتن احترام میذارم، نظر طرف مقابل رو گوش میدم، ولی باز میگفتن که اگر حس کنم که برخلاف نظر من هست باهاش بحث میکنم. بله. دلیلش رو میپرسم. این قضیه بحث کردن تو خون ماست نه؟ یه جورایی داستان چیه؟ بله ببینید، یه متد خیلی جالبیه که